بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، خالق الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین، العبد المؤید ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيته الائمه المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين سيما سيدنا ومولانا بقية الله في الارضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. هديه بشهداء اسلام و بخصوص مذهب حق تشيع و اموات خودتون عصر جمعه است، همه را بهرمند کنید، یک صلوات خوشگله امام زمانی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روایتی را در زمینش صحبت میکردم که صحابی جلیل القدر و عظیم الشأن امام سجاد سلام الله علیه، ابو خالد کابلی از امام سجاد سلام الله علیه، به نقل شیخ صدوق قدس الله تربته در کتاب قیم و گران سنگ معان الاخبار، آثاری گناهانی که انسان مرتکب میشه، هر عملی من یعمل مثقال ذره، من یعمل مثقال ذره، سوره زلزله است، خیر باشه یا شر، خیر باشد یا شر، در عالم ثبت است و آثارش خواهد ماند، چه خیرش چه شرش. و در قرآن و روایات هم آثار فراوانی داره، مثل اون دو یتیم اصحاب کهف موسی و دیوار، خیرش اون بود، شرش هم که الا ماشاءالله. عرضمت بر این که میشمردم گناهانی که آثاری دارد و مشکلاتی برای بشر فراهم میکنه، رسیدیم به اینجا از ذنوب التی ترد دعا. یه سری گناهان هست که باعث میشود دعا مستجاب نشود. یکیش در روایت دیگری است، اینجا نیست، حدیث داریم هر کسی، این در کتاب و دعای بحاره، هر کسی یک لقمه حرام از گلوش بره پایین تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. مواظب باشید، چیزی را فلین الانسان الا طعامه، چیزی را وقتی میخوای بخورید نگاه کنید چیه داری میخوری. اگر مثلا حلال گوشتی، ذبحش، مثلا حلالش، حرومش، پولی که تهیه شده است و و و و و اینا را مراقب باشید خیلی. و ذنوب التی، یک سوء النیه است که معناش عرض کردم بدنیت بودن، یکی خبث و سریره، صفات خبیث باطنی، آدم متکبر، آدم بخیل، آدم کینه‌ای، آدم حسود، آدمی که دلش با صفات رذیله مشحونه و پر شده دلش از این صفات رذیله، این باعث میشه دعا مستجاب نشود، دعا رد شود. دست شما در نکنه آقا ندیمی. دست اینو. یکی ان نفاق مع الاخوان، با برادران دینی منافقانه برخورد کردن، درو برخورد کردن، تو رو جوری دیگه عمل کردن، پشت سر چیده دیگه گفتن، که یکی از صفات بد رذل همین است که آدم تو رو چیزی بگه و خلافش را پشت سر بگه. حدیث هست المؤمن مرآت المؤمن، میگه دوست دارم که دوست عیب مرا همچو آینه روبرو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. شعر قشنگیست. نفاق منافقانه با هم برخورد نکنیم. اگر بدی به من از من میبینی راحت بیا تورون بهم بگونن که پشت سرم مثل میگم، آبا را من کسی مثل دارم میزنم، به خودم مثال میگم کسی بر نخوره. یکی ترک و تصدیق بالاجابه. بعضی ها دعا، وقتی میخواید دعا کنید، حدیث داریم، وقتی میخواید دعا کنید و چیزی از خدا بخواید، یه موقع راجع به دعا من اینجا صحبت کردم، حدیث داریم وقتی میخواید دعا کنید، ظن اجابتک بالباب، جوری قطع و یقین داشته باش که همه الان که میخوایی اجابت دم خونه وارد میشه. به خدای من نان در اجابت دعا حسن زن داشته باشید. نگه حالا ما میگیم، من میدونیم که نمیده، که ما که میدونیم نمیشه، من دیدم ها، میگه ما دعا میکنیم میخوایم ولی میدونیم که نمیشه. چرا نمیشه؟ چقدر در طول تاریخ بشر خدا مرده زنده کرده، سرطانی شفا داده، توموری شفا داده،
تو کما بوده برگشته اومده. یه دعوای در اصفهان همسایه ما شد، یه کسی با مشت زد تو صورت یه کسی، با اینکه اون طرف که کتک خورد خیلی نیرومند بود، به قفا خورد زمین، سرش خورد به زمین. 2 ماه تو کما بود، اینجاش سوراخ کرده بودن، از اینجا غذا میرفت پایین. مادر پیرش با دعا و نذر و نیاز و گوسفند و دیگبار گذاشتن شفاهاش را گرفت. الانم زن و بچه و زندگی داره میکنه. چرا نمیشه؟ ما میگیم الله مرزقون حج و دیگر حرام، ولی میدونیم که نمیدیم. خب با خدا اینجوری حرف نزن، بگو خدا یا میدونم میدی، ادعونی استجب لکم. لذا فرمود دعا که میکنید اطمینان داشته باشید که خدای منان میبینه و یسمع و یرا، میبینه میشنوه و میده. خودش امر فرموده است ادعونی، بخواه از من، استجب لکم، من اجابت میکنم. امرونشه فردا میشه، دور و زود داره، سوخت و سوز نداره. بالاخره تو نیت تو دلت بیاد که نه ما میگیم ما، اما میدونیم که نمیشه، که بچه مریضه، نم کذا فلان و بیسار، فایده که دیگه نداره، دعا کن. بابا دعا کردیم دیگه فایده نداره. این حرف خوب نیست، این حرف خوب نیست. دائم در حال دعا باشید. الدعا مخ العباده، مخ عبادت، حقیقت دو عبادت دعا کردن است و اتصال با ذات مقدس حق. حدیث داریم به نظرم در سوال اعمال شیخ صدوق در حدیث را، امام صادق فرمود هر کسی 10 بار بگه یا الله یا الله یا الله یا الله، یعنی میشه 20 تا با 10 تا 2 بار، 10 بار بگه یا الله یا الله یا الله یا الله که میشه 20 تا. 20مش که دهنش میاد بیرون، خدا منان خطاب میکنه لبیک عبدی اسال اجیب، بنده من بگو چی میخوای بدمت. حواست به منه؟ هیچ وقت در دعا کردن به خدا استغفر الله ربی و توب الی، ترک و تصدیق للاجابه. یکی از چیزایی که دعا را تأخیر در اجابت میندازه چیز ترد الاجابه، یکی از کارهایی که گوش کنید جوونا، گوش کنید چی میگم، تأخیر و صلوات المفروضات حتی تذهب اوقاتها. وقت که داخل میشه همینقدر که الله اکبر، امام صادق سلام الله علیه فرمودن که تعلم و مندک 5 خصال، از خروس 5 تا چیز یاد گیرید. اول معرفت ها به اوقات صلات، وقت نماز رو میشناسه. حدیث داره امام صادق فرمود خروس نمیگه قوقولی قوقو، میگه اذکر الله یا غافلی، وقت نماز شد اوی غافل پا شما رو نماز. اگه تلفن شما موبایلت گوشید زنگ در خونه 3 بار 4 بار 5 بار زنگ بخوره، جیق در میاد پاشید بابا، اذان 18 جمله است 20 چند جمله است، همش داد میزنه نماز نماز نماز. وقت نماز که میشه تأخیر انداختن وقت نماز. حالا یه وقت آدم دستش تو خمیره، دستش تو گچه، تو ماشینه، بیابونه، برف و گل و شل، جا نیست، زمان نیست، مکان نیست، خب نمیشه واقعا. ولی یه وقتی که تو خونه است، تو بازاره، تو مغازه است، دارن میگن الله اکبر، بابا جون یه بخچه بنداز رو جلو جنبیلایی که اونجا داره میفروشی و در مغازه رو بکش پیش، بودو وضو بگیر، با نماز رو بخون. امام سجاد سلام علیه طبق این حدیث صحیحی که ابو خالد کابل از امام سجاد نقل میکنه که عرض کردم در جلد 11 صفحه 97 مرآت العقول، امام صادق فرمود بعد از امام حسین سلام الله علیه و قصه کربلا برای امام سجاد 4 تا چیز بیشتر نمود. یکیش اینه، این مرد مرد بزرگیست. این از امام سجاد سلام الله علیه نقل میکنه. عزیزان من، فرمود تأخیر و صلوات المفروضات باعث میشه تأخیر از اول وقتش بگذره. حالا بی حال نداره، از اونا دارن میگن حال نداره، بعدم نهارا بیار، بعدم ول میشه، بعدم خوابش میبینه، بعدم فیلم میبینه، بعدم میشه 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر، یا چه بسا مثلا دم غروب آفتاب، تیمم به روی برف، یلا که آفتاب رفت. این درست نیست. با نماد ما از نماز که بگذره، جوون و عزیزان من، هر کی کل من یسرع کلامی، از نماز که بگذره ما دیگه چیزی نداریم. روزه که ما رم از اون سالی زکات هم که به شما تعلق میده، چون زکات به گندم و جو خرما کش میشه شما ندارید، گاو و گوسفند و شتر بیابوچر که شما ندارید، طلا و نقره که شما ندارید، زکات هم خود هیچی، حج هم خود کو نداریم چیزیه. این نمازه را جوونا مواظبش باشید، به خصوص نماز صبح اول وقت. جلسه قبل عرض کردم که کس امام سجاد فرمودن، همین حدیث بودا، فرمود کسی که نماز صبحش قضا بشه هم در دنیا فقیر میشه، هم روز قیامت که میاد بیرون فقیره. نماز صبح نماز امام حسینه. عزاداری بسیار خوب لازم،
عزاداری و اهل بیت، شعائر اهل بیت علیهم السلام مستحب نیست، شعار شیعه است، واجبه بابا. حفظ احیاء اهل امر اهل بیت، اما جوری برنامه‌ریزی کنید که خواب نمونی صبح نمازت. نمیشد اینجوری، دارم تذکر میدم، والا بچه شیعه همشون بابا ننه نماز میخونن، اول وقت هم میخونن نماز صبح، به خصوص اول وقت میخونید. امام زمان جلد دویم احتجاج طبرسی است، توقیعات که از امام سلام الله از امام زمان وارد شده در جلد دویم احتجاج طبرسی است. دو جلد اینطوریه، آخره جلد دویم امام زمان تون توقی فرمودن ملعون ملعون، نه یعنی لعنی که ما به معاویه میکنیم، ما نه اون لعنا، منظور یعنی دور از زحمت خود، یعنی ثوابی چون گیرش نمیاد. کسی که نماز صبحش رو تأخیر بندازه تا ستاره دیگه دیده نشن، تا ستاره دیده میشن نماز صبح را بخون، او وفور نعمت و رزق خدا را ببین، او نور را تو دلت ببین. نور دیدنیه، نور گفتنی نیست، نور دیدنیه. این نور دیدنیه عزیز من، نور چشیدنیه، نور خوردنیه. لطیفترین چیز نوره، خدا میگه من نورم، الله نور و سماوات بله هست. نماز یکی از چیزهایی که نمیذاره دعا مستجاب بشه. خب چرا آقا هرچی دعا میکنیم نمیشه؟ میخوام ببینم نماز اول وقت میخوانی و بعد از نماز؟ حدیث در کتاب همین کافی است، کتاب و صلات کافی است. امام صادق سلام الله علیه فرمودن من ادا فریضه من فرائض الله فله عند الله دعوه المستجابه. هر کسی اذان صبح، ظهر، مغرب، عشا گفتن، اول وقت وضو گرفت، نمازش خوند، تموم که شد، خدا میفرماد یه چیز از من طلب کار شدی، بخوا تا بدمت. خب خدا که نباید تجربه کرد، خدا تجربه شده است. من جرب المجرب حلت به این ندامه. ترک و تقرب، اونی که گفتم الان بهش میرسیم اینجاست، ترک و تقرب الالله عز و جل بالبر و صدقه. معان الاخبار یه جل که بیشتر نیست، این تیکه صفحه 271 صد حدیث 270. تقرب بجود به خدا به صدقه، به صدقه. کسی که مال داره، همه الان ما که اینجا نشستیم هممون 500 تومن هم میتونیم بدیم. نگو من که ندارم 10000 تومن بدم، 20000 تومن بدم، پس این 500، نه بابا 500 تومن هم بده، همین 500 تومن ها 4 تاش 2000 تومن، 10 تاش میشه 20000 تومن، چند میشه 5000 تومن. بالاخره سر از اینجا در میاره، قطره قطره گم جمع گردد وانگهی دریا شود. همین قطرات یک جاری درست میکنه. اینا را کم نگیرید، نگو من خود 200، همه 200، همه 200 تومن را بده، همه 100 تومن را بده. صدقه را ترکش نکنید، به خصوص جمعه، به خصوص ایام عید، به خصوص سلامتی امام زمان، به خصوص شکر امنیت، به خصوص شکر سلامتید. بیمار نیستی، قطع نخاعی نیستی، شیمیایی نیستی، رو تخت نیستی، بیمارستان نیستی، شکر داره بابا، قربونت برم، دست به جیب شید بابا. ترک و صدقه، استعمال البضاع و الفحش، یکی از چیزایی که باعث می شود دعا مستجاب نشود، حرفای زشت و فحش از دهن بیاد بیرون. فحش ندید. حدیث من الله لا يحب كل فحاش بذي، خدا آدمایی که فحش میدن دوست نداره. این کس کلمه اگر از دهن کسی بیاد بیرون 80 ضربه شلاق داره. یعنی اگر امام امیرالمومنین جای استاده باشه از دهن من بیاد بیرون میگه یلا بخواب، 80 ضربه شلاق. راحت دیدم بعضیا به بعضی میگن اینجا نوا، مثلا آره لندن، اسرائیل، یا به هم میگن که راست هم بگن. حواست به منه. خب چجوری خدا بعد از همین دهنی که اومده بیرون از همون دهن خدایا به من بخواب میگه برو بابا پاک کن دهنت تا بعد بیا؟ مثل کسی که سیر خورده دهنش بوگن میده میخواد یه آدم حرف بزنه، بابا او رو حالا بشور دنده و بعد بیا. ها؟ آدمی که بوی گند عرق میده ها میخواد یه بغل آدم حرف بزنه، بابا برو دوش بگیر با سر عوض کن و بیا بشیم هم بشیم بقایه بگیر. خب این دهنی که ازش اینجوری حرفای زشت، رکیک، فحش، کذا کذا کذا، مگه ما اماممون امیرالمومنین نیست؟ قربونت برم. وقتی که امیرالمؤمنین را بردن تو مسجد و دومی با شمشیر ایستاد بلا سر امیرالمؤمنین، گفت یا بیعت کن یا میکشمت،
گفت من برادر این پیغمبر شمام، من داماد این پیغمبر شمام، اخون رسول. گفت هر کی میخوای باش، بیعت کنم الان میکشمت. فاطمه زهرا دید این دویومی با شمشیر وایساده، فرمود لاکشفن نشد، الان از زیر لباسم موام موهاشون میبافتن به هم دیگه، باز میکنن، پریشان میکنن و نفرین میکنن. سلام آقا، نفرین میکنم. امیرالمومنین فرمود سلمان بدو به فاطمه زهرا بگو علی میگه نفرین نکن، بدو به فاطمه زهرا بگو علی میگه، آقا میفرمادن نفرین نکن، حتی نفرین حواس به منه. پیغمبر خدا فرمود الله، پیغمبر خدا فرمود ما اوز یا نبی و مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. اون پیغمبر هم گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، نمیدونن، هدایتشون کن. فحش ندید، ندند شما خود نمیدید، اونایی که میدند بهشون بگید فحش ندید، فحش خیلی بده. و ذنوب اللتی اوخ 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 و ذنوب اللتی تحبس و غیث السماء، چند تا گناه هست نمیگذاره بارون بیاد. یه خود من اینجا بیشتر امروز وایسم. از ذنوب اللتی تحبس و غیث السماء، گناهانی که نمیگذاره بارون بیاد. یک، جور الحکام فی القضاء، قاضی اگر خلاف ما انزل الله، خلاف حکم خدا اگر حکم کنه، اول اثرش این است که بارون آسمون بند میاد. قاضی اگر اونی که حکم خداست، یکی از اصحاب شریف امیرالمؤمنین اسمش که نمیاد، اگه آقا یادش میاد بفرمایید، اسمش حافظم نمیاد، از اصحاب شریف امیرالمؤمنین، یه موقعی هم متصدی بیت المال و طرف حضرت، استاندار یکی از مناطق بود، نشسته بود داشت صحبت میکرد، یه نام دادن دستش، واکرد دید امیرالمؤمنین فرمود بشه بسم الله تعالی عزلت کردم دیگری گذاشتم جاد. ابوالاسد دوئلی، ماشاءالله، ابوالاسد دوئلی از اجلاء اصحاب امیرالمؤمنینه، نشسته بود تو استانداریش داشت برنامه اجرا میکرد، نامه دادن دستش، واکرد امیرالمؤمنین نشست بسم الله تعالی ابوالاسد دوئلی عزلت کردم فلانی گذاشتم جاد. گفت بسیار خوب، پاشد اومد مدینه، رب محسن امرو مومنین، گفت یا علی باشه امر امر شماست، اما من چیکار کردم؟ فهمود داشتی قضاوت میکردی به یکی از طرف تندی کردی، باید به هم مثل هم حرف میزدی. یکی سی از امرو مومنین شکایت کرد پلوش و رقی قاضی ملعون کسافت. آقا وقتی رب نشست اون برگشت گفت یا ابل حسن بفرماد. آقا فهمود چرا اونا گفتی علی به من گفتی ابوالحسن، با کنیه صدا زدی، چرا تفصیل دادی بهش؟ تو که اینجا نشستی به عنوان قاضی حق نداری شاکی و مشکی و انه را، یعنی طرفین دعوا را دوتا را باید یه جور نگاه کنی، یه جور حرف بزنی، برای تو فرقی نکنن. چرا طرف اون را گرفتی؟ چرا به من احترام کردی به اون احترام نکردی؟ حالا که رسیدیم به اینجا، من کتاب شریف کافی آوردم جلد 5، میخوام یه حدیث اینجا من بخونم برای شما، برای شما نبا، برای شما نه، برای اونایی که قاضی میشن و برای اونایی که حتی اگر من مثلا اختلاف از بین زن و شوهر میخوام بیان بگن آقا بیا مثلا صحبت کن، باید حرف مرد را کامل گوش کنی چی میگه، حرف زن را کامل گوش کنی چی میگه. یومنی این مرده میره طلای نوان داره میره تریاک میکشه، هی میاد میگه زنم غر میزنه. خب چرا غر میزنه؟ آخه اگر تو مشناش باشی که زنه از پدر و مادر و برادر کنده اومده تو زندگی تو، اگه دل خوش داشت و ناراحت نبود که غر نمیزد، فرار نمیکرد، اذیت نمی چیکار کرده که اینجوره؟ و به عکس حرف هر دو را باید کامل شنید. این جریان و قرآن کریم شوخی نیست. داوود پیغمبر عظیم و شأن، فحکم بین الناس بالحق، آیه قرآنه، یا داوود ما تو را خلیفه جعل عجان که خلیفتن فی الارض، ما تو را خلیفه قرار دادیم، فحکم بین الناس بالحق. تو محراب نشسته بود، استصور المحراب، دوتا ملک به صورت انسان نشدن کنارش، سوره ساده آیه قرآنه، سوره ساده قرآنه. یکی برگشت گفت که ان هذا اخی، این برادر منه، لو 99 نعجه، این برادر من 99 تا نعجه، یعنی میش،
میش، گوسفند ماده را چی میگید؟ میش. گفت این برادر من 99 تا میش داره، من یکی دارم. عزنی فل خطاب چسبه میگه یکی دار بده به من و میشه 100 تا روند بشه. با داوود چیکار میکرد؟ با برمیگشت میگفت که خب تو که یه میش داری، تو که یه میش داری، تو که نود به اون نود اونو میشیه به اون برادره. میگفت که خب چرا تو این یه میشه اینا میخوای بگیری؟ شاید مال خودش بوده، اون زوری برداشته، قلدر برادره بزرگتر بوده، قلدر کرده برداشته، شاید خریده بهش نمیده، شاید امانت پرلوش. آخه بپرس ببین چرا 99 تا میش داری این یک کم میخوای بچسب بگیری؟ بدون اینکه از اون طرف بپرسه چرا، به تو ظلم میکنه که میگه یه میشم من بده. بابا بپرس ببین چرا میگه، و بعد زن به تو ظلم کرده. تا گفت زلمک پرید، فهمید عید داد ملک بودن، فهمید که اومده بودن امتحانش کنن ببینن تو وادی قضاوت چه جوری حکم میکنه. خر را کن و اناب، 40 شبانه روز گریه کرد که چرا من این خطا را کردم، چرا من از اون نپرسته جواب دادم. ببین شوخی نیست. حدیث در کتاب شریف کافی فروع جلد پنجم صفحه 290، این چاپ دارالکتب الاسلامیه است، چاپ 50 سال قبله، حالا چه جوریه نمیدونم. این کتابی که من دارم 50 سال قبل خریدمش و عرض بود بر این که جلد پنجم صفحه 290 حدیث شماره 6، عدت من اصحابنا، 6 نفر از اساتید عظیم و شأن این مرد، یکیش علی بن باهم قمیه، یکیش ابو علی اشعریه، یکیش محمد بن یحیی است، از فحول فقها و محدثین عدول و صحاحند. عن احمد بن محمد صحیح، عن حسن بن محبوب صحیح، عن ابی ولاد الحنات صحیح. حدیث رو من میدم کتاب دستت، کافی ببر خونه هر عالم و مرجعی که قبول داری. از روایت صحیح است که فقها در کتاب الاجاره بهش فتوا میدن، میگه من اکتریت و بغل ناقص ابن حبیل ذاهبا و جائیا به کذا و کذا. میگه من یه طلب گفتم به یه کسی، آقا قاتل تا بغل یعنی قاتل، قاتل تا به من کرایه بده، من صبح از کوفه برم ندیگه کربلا یه جایی به نام قصر ابن حبیره، یه کسی غریم لی، یه طلبکاری دارم، ازش طلب دارم، بگیرم و برگردم. گفت کی میری و کی میای؟ گفتم صبح میرم غروب برمیگردم، راهی نیست، مثلا یه منزل میرم 3-4 ساعت، 2 ساعت 3 ساعت، طلبمو میگیرم 2 ساعتم برمیگردم، اصل میام بهت میدم. چقدر؟ مثلا 10,000 تومان کرایه، مثلا 1,000 تومان. خب قصه موبایل. وقتی رفتم از کوفه بیرون که برم، یکی داشت میمد گفت کجا میری؟ ابو ولاد حنات کجا میری؟ گفتم دارم میرم قصه ابن حبیره، از فلانی طلب دارم، ازش بگیرم برگردم. گفت فلانی رفته، اسمش چیه؟ فلانی رفته به نیل، بین یه شهر در عراق به نام واسط، وسط بغداد است و کوفه و بصره، یعنی کوفه، بصره، بغداد، این وسط اینجاست واسط. حجاج ساخت این شهر را، لعنت الله علیه، حجاج ساخت این شهر را. گفت رفت اونجا، من برگردوندم سر حیوان کچ کردم اومدم واسط، رسیدم به واسط گفتم کجاست؟ گفت رفت بغداد. رفتم بغداد پیداش کردم، گرفتم پولمو برگشتم آمدم به سمت کوفه. رسیدم کوفه و صحابه قاتل اومد گفت مرد مومن تو گفتی من صبح بینم غروب برمیگردم، سار رفتن و مجیعم 15 یومن، 15 روز طول کشید. صاحب قاتل چسبید که مرد مومن تو گفتی صبح بینم غروب برمیگردم، 15 روز رفتی. گفتم خب چکار کنم؟ بحثمون گرفت. اون گفت باید کرایه 15 روزا بدی. من گفتم نه، علفش دادم، جوبش دادم، آره و نه و درگیر. گفت بریم هرچی ابو حنیفه قضاوت کرد. آره والله هرچی ابو حنیفه قضاوت کرد و حکم کرد قبول دارم، برو بریم. گفتیم برو بریم. رفتیم پلو ابو حنیفه، گفتیم آقا یه همچی زوری شده. گفتش که خیلی خوب، واسن انت بالبخل، قاتل کو؟ گفتم قاتل تحویل صاحبش دادم. گفت تو هیچی طلب نداری؟ گفت ای چرا؟ گفت چون وقتی که غروب روز اول شد تو دیگه از اجاره تموم شد، میشی غاصب.
حالا که شدی قاسب و قصد کردی قاتل را، حبسش کردی پلو خودت، قیمت قاتل را ضامنی. اگه قاتل را سالم تحویل بدی که ضمانی نداری. گفت اجاره 15 رو چی میشه؟ گفت چی بده کار نیستی تو. تو وقتی که روز اول تموم شد اجاره طلب نداری. خود قاتل را ضامن است. اگه قاتل را سالم تحویل داد تموم. اگه نداد سالم نباشه قاتل را قیمت چه طلب داری؟ اجاره طلب نداری. اومدیم بیرون کانه استرجم گفت انا لله و انا الیه راجعون. بنابر خدا این چه خوب بود این کرد. قاتلش را گرفت و دیدیم خیلی ناراحت شد. گفتم حالا بیاین دو ریال دیگه هم بسیم. هزار تومن دو ریال میگه بشتنم بود. راضی شد رفت. او سال من رفتم حج. امام صادق اومده بود حج. سلام الله علیه. آقا را تو حرام دیدم. گفتم آقا یه همچه قصه برام اتفاق افتاده است. حکمش چیست؟ فرمودن لمثل هذا القضا و شبهه. لمثل هذا القضا و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها. این قضاوت های ناحق خلاف حکم خداست باعث میشه بارون بند میاد، زمین دیگه مزرعش برکت نداره، گندم و جو و درخت و الی آخر گردوهاش میخشکه. تو این روستاها گردوها خشکید، بارون نمیاد، چشما خشکید، بر خشکید، اصفهان ما خشکید، خشکید. چون آب زیر زمینی اصفهان روح 6 متر 7 متر بود به خاطر این بود که زاینده اول میرفت تو باطلاق گاف خونی تا شعاع 100 کیلومتر را تأمین میکرد. آب نیست، آب رفت رو 150 متر، تلخ و شور دیگه نیست. ها قضاوت ها به گناه میگن زند، زند زنب یعنی دم، یعنی پیداره بابا. به گناه میگن ظلم، چون فقط به او ظلم نکردی باعث شد. و چقدر اعمال ما تو عوالم اثر داره. الله اکبر. حدیث صحیح هست کافی جلد 5 صفحه 290 فقها به این حدیث فتوا میدن. گفتم آقا چیکار کنم؟ فرمود اجاره 15 روزی را که برده ای از کوفه تا اونجا، از اونجا تا واسط، از واسط تا بغداد، کرایه مسیر را ضامنی، باید بری بهش بدی. گفتم آقا خب علفش من دادم و جو بهش دادم خورد. فهمود خب قصفش کرده بودی میتونستی ندی بمیره. گفتم میتونم برم بگم اینقدر علف و جو بهش دادم به این بده؟ فهمود نه، چون قصفش کرده بودی. فرمود این اجاره بهش ضامنی. گفتم آقا یه چیزی بهشم راضی شد. فرمود اون وقتی راضی شد که دید ابو حنیفه حکمت طلب نداره، حالا برگرد برو کوفه بگو امام صادق فرمود اجرت این مسیر را 15 روز طلب داری. اگه گفت حلالت کردم برو به امید خدا، اگه گفت نه باید بدی باید بهش بدی ضامنی. اما غلطم اینه، کاش که این جمله را مینوشتید زیر این حالا چی قادون، مینوشتید به اینجا تابلوهادون، مینوشتید به دروازه شهرادون. امام صادق فرمود لمثل هذا القضا و شبهه فی مثل، استغفرالله، فی کلمه اشتباه کردم، فی مثل هذا القضا و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها. یه قاضی تو بغداد یه حکم غیر ما انزل الله غیر واقع، خب مردی که بی سواد بلد زیگو بلد نیستم، وقت تا چه رسد به این که پول بگیره از من که با این که حق با اونه حقا به من بده یا صاحب الزمان. و و و و و و لمثل هذا القضا، فی مثل هذا القضا و شبهه، و شبهه مثل هذا القضا یعنی بی علم بدون سواد. حالا میگه که آقا آیا اروپا و آمریکا مگر حکم عدلی کنن؟ اونا خیانت نمی کنن؟ من نبودم و نمیدونم. اما اونا نمیگن اشهد و لا اله الا الله، اونا نمیگن اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اونا نمیگن اشهد و ان علی ولی الله، اونا نمیگن اسلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اونا نمیگن قرآن، اونا به قرآن قضات در وقتی پایان رو میگن میخوان قاضی شن به قرآن قسم میخورن.
اونا دیگه به قرآن قسم نخوردن خیانت نکنه. این یکی. دویومی که نوبت اونم میشه، صبر کن. یه قصه هست میگن در کل و دمنه هست، اجل لکم الله ببخشید، یه اولاق و یه شطور از بس که صاحبشون بار میکشید و میزد، یه دو تا با هم هماهنگ شدن فرار کردن رفتن صحرا. یک مرغزار و علفزار و چشمه زای کردن، راه کردن بچرند و بخورند و بخوابند و راحت شدن، راحت شدن. یه رو خره گفت من خوندنم میاد. شطور گفت آر را بندازی، اینا دارن دنبال ما میگردن، به هوا صدا میان دا. گفت من خوندنم میاد. هر چه گفت، گفت من خوندنم میاد. شروع کرد خوندن، چه صدای نکریم داره، چرا انهی انکرس رسد الحمیر، خوند گفتن آی صداشون میاد. دویدند آمدن دو بزن و له و لورده و کشون بردن. خر پیر بود و خسته و کتکم خورد، نتونست راه بره، باره بر شطورش کردن. تو راه که میرفتن شطور گفت من رقصم میاد. گفت اگه برقصی من میفتم. گفت من رقصم میاد. او وقت تو خوندن میمید، من حالا رقصم میاد. رقصی تو کفتش بزنی، نوبت اونم میشه. حالا نوبت ملت یمنه بیچارا. شکر کن اونجوری نیستی. شکرش نماز اول وقت، شکرش دعا، شکرش صدقه برای سلامتی ما به زمان، شکرش دعا به اونایی که پلک نمیزنن که این امنیت محفوظ باشه. پلک نمیزنن برای سلامتی اونا، به شکرانه اونا. میگیری چی میگم؟ ها، نکنیم کاری که خدای ازمون بگیره. به شکرانه اینا صدقه بدید. نماز اول وقت تا شبا کوتاه نشده که خواب بمونی، یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه به اذان صبح پاشو، دو رکعت نماز بخون. شب یه سوره قرآن حدیبه امام زمان بخون. حاج آقا دست به صدقه بشید. تا بقیشا بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت امام زمان، یک، شفای مریضا، دو، اسمش چیه؟ شکرانه امنیت. سه، دست به کار شید. بسم الله الرحمن الرحیم. یکیشو بگم، مرحوم تمام فقها، من بچه حوزم کتابای فقها از زمان شیخ طوسی مقنع، شیخ مفید مقنعه، تهذیب شیخ طوسی، کتب شیخ طوسی حدیثی و فقهیش من لا یحضر، و تا امروز و رسائل مسائل منهاج آقای حکیم و آقای خویی و الی آخر، تمام فقها بدون یه دونه استثناء، بدون یک نفر خلاف، همه نقل کردن. دهشایی نصف یه ریال ربا گناهش. سه جای قرآن میفرماید لا تأکل الربا از آفن مضاعفه. سه جای قرآن، حالا آیاتش یادم رب بیارم، قرآنش رو یادم، یعنی یادم رفت که این تستم بمونه، کار داشتم باش. سه جای قرآن، وقت یه جاش فرماید که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر دست از ربا بر ندارید فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ، اگر دست از ربا بر ندارید اعلام جنگ با خدا کنید. شرک ها نمیفرما جنگ با خداست، آدم کشه میگه جنگ با خداست، اما ربا را میفرما جنگ با خداست، جنگ با خداست. تمام فقها از اول تا امروز، تمام فقها میگن فصحیح، یعنی یکی از احادیثی که یک نفر مخالف نداره در اینکه حدیث صحیح هست، این حدیثه. حدیث صحیح، امام صادق فرمود نصف یه ریال ربا گناهش پهلو خدا بدتر است از 70 بار زنا کردن با مادر خودم، دختر خودم، خواهر خودم تو کعبه. العیاذ بالله، حدیث صحیحه. یه کسی 10 شای ربا بخوره یا مادر شو بره تو کعبه 70 بار باش زنا کنه. امام صادق فرمود قبل از ظهر امام زمان ما من احدن، احدی نیست که غبار ربا بهش نشینه، خدا رحممون کنه. یکی از رفقای ما گفتن که اگه بیاید بافت فرض تو خونه تو خراب کنی 100 میلیون بهت وام میدیم. رفت و پروانه گرفت و 55 میلیون شو گرفت،
خراب کرد، شروع کرد ساختن، نوبت شد که 45 شما بعدا بده. رفت همجا همجا قما هستش و رفیقمه، رفت 45 تومن بگیره رئیسی کنه شد پل رئیس تا کارش انجام بشه. گفت حالا ما چجور باید پس بدیم؟ گفت دو سال که نمیگیرن و چی میگن بهش؟ تنفس. دو سال تنفس داره، بعد از دو سال مای دو میلیون دیدم 265 میلیون باید پس بدم. دوید رفت ماشین رو فروخت و تلازنش رو فروخت و برد گفت نمیخوام بابا این بزن همجور بمونه، نمیتونم، نمیخوام. نرید بابا سراغ این کارا، بیشین تو همین قانه باشتان به فرج فرج حاصل میشه. نرید سراغ این کارا، خود بزرگان حوزم دارن داد میزنن رباز، دیر کرداش رباز. میفرماید قرآن خوندن که اونقدر ثواب داره، میرسد به جایی که قرآن خوندن برابر میشود با 70 زنا با مادر تو کعبه. کجاست؟ این است که میگم آقا جون من 1000 تومن بهت قرض میدم، یه ما دیگه بهم بده، به شرطی که یه سوره قرآن مال آقا من بخونی. 1000 تومن بهت قرض میدم به شرطی که یه سوره قرآن برا آقام بخونی. این یه سوره قرآن خواندن برا آقام شرط، در ضمن قرض میشود 70 زنا با مادر تو کعبه. خیلی حرف داشتم، خودش یاد میشه. حالا آقایونی که بعد از من تشریف میارن، حالا من هفته آینده نیستم، اما آقایی تشریف میارن بفرمایید بهتون میگن، آقا بهتون بفرمایید بگن، من ببینم کیه، خودم بهش میگم که راجع به ربا در قرآن و روایات مفصل صحبت کنه و متون فقهی. من آقا میگم که بهت یه میلیون قرضم به شرطی که این دکمه پیرم منو بدوزی، دیگه با این دکمه نمیتونی نماز بخونی. این شد ربا، شد ربا. یه میلیون بهت قرض نمی دکمه پیرم منو بدوز، با این دکمه دیگه نمیشه نماز خوند. آره خیلی سنگینه. جور الحکام فی القضاء، قاضی اگر خلاف اونی که حکم خداست، اگر دهنش ده آقا نمیدونی بگو نمیدونم، سب کن بپرسم از فقیه مرجع مجتهد عادل. امام در تمرین ماد یجب ان یکون القاضی مجتهدا عادلا عاملا برأیه، واجب است قاضی مجتهد باشه، عامل برأی خودش باشه، صاحب نظر باشه، عادل باشد تا حکم خدا رو بتونه بگه. و الا یه آقای بود تو اصفهان رحمت خدا رفت، میگفتش که گناهانی که گناه آسمون را نگفتم باید بن میاره یکیش قول، دو شهادت و زور، دروغ تو دادگاه بره شهادت بده. آره آقا من میدونم این مال اینه. یکی از رفقا از وکیله میگفتش که ما چند وقت درگیری پرونده ایم، یکی سومده گفت من از آقا طلب دارم، بعد 4 نفر برده شهادتن که آره آقا طلب داری و حالا که دروغه درگیری این پرونده ایم. فرمود شاهد زور قدم از قدم بر نداشته جهنم بهش واجب میشه، کسی که دروغ شهادت بده، ندیرا بگه دیدم، ندیرا بگه بدونم، شهادت دروغ، مواظب باشید، من ندیدم، من نمیدونم. راحت کن خودتا. نه خیلی راحت گفتنش نه، نه نمیدونم، ندیدم، نه نه. اوزمانم دیدران کتمان کرد، بعدش میگه و کتمان و شهاده. اونی هم که دیدی اگه ندی، مثل همونی است که ندیده را میگه داره، مثل همه. ندیده ندونسته نمیتواند بگه بله، اونی هم که دیده و میدونه نباید بگه نه. تو که میدونی پسر تریاکیه اومده مال دختر من، ازت میپرسم، نمیدونی و نمیدونم، ندیدم. اما اگه میدونه نگی، اینم خیانته، اینم خیانته، هر دوش، هر دوش. آب آسمون را به هم میاره، بنده میرم تو دادگاه دروغ شهادت میدم، آب آسمون به هم میاد. امام سجاد سلام الله علیه معان الاخبار ابو خالد کابلی، صحیحه به خدا، راست اینا. گناه اثر داره، عالم تاریک از معصیت، به خدا فضا تاریک از معصیت. قم نوره، برو بیرون شمال و جنوب و شرق و غرب و برگرد ببین چه کجا میری کجا برمیگردی. قوغا میکنه معصیت، معصیت بیداد میکنه،
تو تهرون من میرم گاهی منبر رو برمیگردم، زنا بدون روسری حتی لخت راحت تو خونه شه سه پشت ماشین تو خیابون، یه سیگار هم میکنم دستم بیرونه، یه طول سگم تو بغلش بود. کتمان و شهاده، من از زکات، من از زکات، زکات مانع زکات بشی آسمون بند میاد، باقی سال دیگه خیش میزنی، گندم پاشید بارون نمیاد، پرنده ها دولارا میخورن تش در میاد. آره من از زکات، من اول قرض، پول داره میاردش قرض کنه، چرا نمیدیش؟ آخه نمیده. کسی من اول ما اون، آره همسایه ما امروز آش میخوایم بار کنیم، قابلمه کوچیک نداریم، قابلمه بزرگ نیست، ما اون یعنی قابلمه بزرگ، ظرف مهمون داره، ده تا پشقاب میخواد، ده تا قابلمه میخواد، آبکش میخواد، ملاقه میخواد، ما اون یمنعون المعونای قرآن ها، ما اون آقا این قابلمه تا بده ما مثلا آش بار کنیم بعد بلد میاریم، برو بابا قابلمه سولاخ میکنیم. قصابت القلوب علی اهل الفقر و الفاقه، اهل فقر و فاقه را قصابت نکنید، برای آواسمو بند میاد. ظلم الیتیم، به یتیم ظلم نکنه، من یتیمه فلا تقهر، تمام شد وقت با آجا وقت والارامل و انتهاب انتهار و سائل و ردهو باللیل، این یکی گوش کن، انتهار و سائل و ردهو باللیل، امام سجاد فرمودن اگر مرد شب اومد در خونت چیزی ازت خواست ردش کنی بلا نازل میشه، آواسمون بند میاد. انتحار و سائل و ردهو باللیل، مرد اگر شب اومد در خونت معلوم میشه مستر که شب خونه اومده بیرون، باقی آورده که شب اومده بیرون، کم آوردش اومده بیرون، یه جوری قانعش کن، آقا بفرمایی توی چای بخور، یه لیوان آب بخور، چقدر میخوای؟ 10 میلیون. من والا 10 میلیون ندارم بدم، ولی من یه تومن دارم کمکت میکنم، هر جوری آروم آروم بهم بده. اگر مرد شب اومد در خونه یعقوب گفت ما روزی یه گوسفند میکشیم، تفسیر برهان، روزی یه گوسفند میکشیم، نصف خودمون میخوریم، نصف هم میدیم به فقرا، نصف خودمون ها خورده ایم، نصف فقرا هم داده ایم، چی دادنی به تو بدیم؟ اون غریب مؤمن روزدار شب پشتون تون شهر شب گرسنه خوابید، همون شب یعقوب خواب دید، یوسف خواب دید، یعقوب و یوسف و 40 سال گریه به یه استاد بزرگواری، خیلی بزرگوار. گفتم آقا دست دارم، آقا دارم اسراف میشه، وردا دستت بگیم باید به حاج آقا مهدی. به یه استاد بزرگواری گفتم آقا میخوام برم دهزال امام رضا، مثلا میخوام یه چیزهایی بخوام ازش، چجوری بخوام؟ فرمود برو بگو آقا بابات فرمود مرد اگر شب اومد در خونه دست دراز کرد ردش نکن. رفتم گفتم آقای امام رضا، آقای امام سجاد اینها فرموده است مرد اگر شب اومد در خونه، شبه ای مردم، زن و بچه دارم، رحمیدم، بچه به نبه برادرتم، رسیدم از مشهد قم، حوالش توسط خوارت معصومه صادر شد، حل شد. شب مرد اگر اومد در خونتون رد نکنید، به خصوص اگه یتیم باشه، به خصوص اگه بچه باشه، به خصوص اگه مادرم نداشته باشه. حاج آقا سید جون من 5 دقیقه وقت دارم، یه چی تیکی بگم الان یادم اومد. نه تو از اون وقت ندارم، میخوام منم بشینم قربونت برم. بذار بگم برات، 7-8-10 سال قبل زمانی که کازمن نمی برد، کاروانا کازمن نمی بردن، خطر بود و مقتدا سعد اونجا نام کرده بود و یعنی درگیر بودند و کشت کشت های حرفا، ما با کاروانی از قم با اخویم حاج آقا رضا با هم رفتیم کربلا، رفتیم کربلا، من به مدیر کاروانه گفتم که آقا
این پاس منو بده، من با اخویم دو تا بریم کازمانو بیام. گفت سید صداش در نیاری، ناامنه، اگه رفتی خطری شد سازمان یخی منو میگیره. گفتم در من آب برگردم ایران از حضرت معصوم خجالت میکشم، از امام رضا آرم میشه. میگه تو اینقدر قارقار میکنی، رفتی کرد تو کل بلا، رفت تو کازم نرفتی کازم امسام جفر برگردی آرد نشو، ما اینقدر قارقار میکنی، چه حرفیه؟ امید خدا، توسل توکل به خدا، میرم. پاس خودم رو گرفتم و اخبمو دو تای با هم و دو تا دیگه هم گفتن ما هم میایم و اونو آزاد اومده بودن. یه ماشین گرفتیم و رفتیم کازمین. شد؟ شب قبلش که فردا صبح می‌خواستیم بریم کازمین و غروبم برگشتیم ما. می‌خواستیم بریم کازمین، شب قبلش بعد از حرم آقای امام حسین رفتیم حرم حضرت فضل. این چیزیه که بین با بین کتاب به قرآن از خودم، از کسی نقل نمی‌کنم. آقایونم از من نقل کنید مشکل نداره. خودم برای خودم، خدا یا خودت برای من شهادت بده، خودم از کسی نقل نمی‌کنم. رفتیم حرم حضرت ابوالفضل، یه هیئتی همه کاروانا از اردبیل اومده بودن. آی سوز داشتن، آی عشق داشتن، آی ناله داشتن، آی گریه میکردن، حال داشتن. من خود ترکی نمیفهمیدم ولی اونقدر سوز حال داشتن. ایرانی ها دو نگرفتن، این هم زمزمه میکردن، دو چی میخوندن اشعار ابوالفضل میکردن. خیلی عجیب بود برام. ما آمدیم و کنار حسین مرکم نگاه کنیم، یه پیر مردی اون گوشه از این پیر مردای هیئت دیدم هی به من نگاه میکنه. ما رو من نبر کردیم برگشتیم نگاه نگاه میکنه. لا 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 لا. این من تو سیدیا دیده بود. دو زن اومده گفت که احمدی سوانی شما هستی؟ گفتم بله. گفت گل بابا. آره درست میگم گل بابا، بیا مال ما بخون. گفتم من ترکی بلد نیستم. گفت ما فارسی میفهمیم، فارسی مال ما بخون. ما هم آماده نبودیم. ما رو کشید برد وسط این گود این کاروان وایسادیم. همچی که رسیدم وسط اونجا و هیچی آماده نداشتم، داشتم گریه میکردم. من هیچی تو ذهنم نمید، یهو این رباعی که نمیدونم مال کی هم هست، این رباعی یهو اومد تو ذهنم. گفتم یا ابوالفضل مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده، گواهی میدهد این قبر کوچک که سقا را خجالت آب کرده. از کیه این رباعی؟ خیلی قشنگه. اینا که خوندیم آقا جمعیت ترک و فارس و ایرانی ها ریختن به هم، من خودم هم ریختم به هم، نشستند و یک مجلسی شد. تو اون وسط گوش کن، تو اون وسط یه جوان 25 ساله بلند شد گفت آقای احمدی. گفتم بله. چپشان جوری کرد، یه مش قرص تو چپش بود. گفت روزی 25 تا از این قرصا میخورم و مریضم، 10 سال من روزی 25 تا از این قرصا میخورم، هرچی توسل تو مازمونم خوب نمیشه، تو را به این اول فاز شفای منو بگیر، میشم میخوام زن بگیرم بهم نمیدند، خونه کار نمیتونم برم، زن ندارم، زندگی ندارم، مریضم، پدر و مادرم خسته شدم، از این اول فاز شفا منو بگیر. من بهش گفتم جوون تو دیگه ماهی که تو آب نمیگه آب، خب برو خدا آقا اینجا واسه برو پهلوش، منو که نمیخواد دیگه، اول فاز منو میخواد، برو پهلوش. گفت برم. گفتم برو بشین بگو آقا صدقه سر مادرت ام البنین، دست منو بگیر، برو بگو امام سجاد فرموده است مرد اگه شب اومد در خونه را دش نکنید، اول فرض مرد رد نمیکنه. اینا گفتیم، او رفت و ما هم رفتیم هتلمون، شام خوردیم و خوابیدیم و سحر اومدیم حرم امام حسن نماز خوندیم و ماشون رفتیم کازمین. از که برگشتیم رفقا دارن میدونن میگن احمدی کجایی؟ گفتم چی شده؟ گفت جوونه دیشب شفا گرفت. گفتم نه بابا. گفاره. گفتم کجاست؟ گفت تو اتاق صحنه ابوالفضل، هیچ کس هم را نمیدن. ما دویدیم، خودم شاهدم، از کسی نقل نمی کنم. گفتم ضبط شد پخش کنید، خودم یا ابوالفضل تو شاهدی، خودم دویدم تو. گفتن احمدی بفرمایید، من خواه همون ترک ها شناختم، بفرمایید تو. رفتم تو، دم مسئول حرام میشستم، جوانم میشستی. گفتم چی شد جوون؟ گفت آخ چخ ممنون. گفت آخ چخ ممنون. گفتم چی شد؟ گفت رفتم نشستم کنار زری، داشتم به آقا میگفتم آقا مریضم، جوونم، شب مردم، بهت پناه آوردم. یه داشتم با هفتم یه بودم، یه کسی از پشت سر دست رو شونم که نفهمیدم هم کیه، ندیدمشم. به ترکی بهم گفت جوون اگر میخوای ابوالفضل شفاعت بده بگو جان رقیه.
گفتم باشه. گفتم یا ابوالفضل جان رقیه. اون وقتی که میگفت اگه عمو عباس بود جرأت نمیکردی من اینجور بزنی. جان رقیه اون وقتی کاسش دستش بود آب براش ببری. مریضم خسته شدم شفام بده. میگفت یادم یه نوری از ذره خورد تو سینم. به عقب افتادم. دیشب تالم قرص نخوردم تلفنش رو گرفتم من. چند وقت بهش زنگ زدم گفت آقا خوب شدم خلاص. یا صاحب الزمان جان رقیه. جان رقیه. اون وقت که عقب زد نقابا دید آخ سر باباش. گفت نه بابا این سر بابای من نیست. سر بابای من اینجور نبود. من الذی ایتمنی علی صغر سنی. من الذی قطع وریده. بابا این رگارا کی بریده اینجوری خورد کرده. معال سفتن جلد دو. فوز عطفمه ها علی فمه. خمش و لباش رو لبهای ابی عبدالله گذاشت. لبت را بوسه دادم. تشنه بودی سوخ لبهایم. یودن سر یک طرف افتاد بیبی یک طرف. گفتن شکر خدا بچه خوابش برد. رفتن سر جدا کردن اومدن در رقیه دنیا رفته. مرحوم سید محسن عاملی در اون قصه میفرماید وقتی بچه را از قبل در آوردن دند غیر دندوناش تمام بدنش کبوده. دست عدو بزرگتر از صورت من است. یک ضربه زد که لاله گوش مرا درید.